بهتره. این یک. دوم، حالا همین که میگم آقای لاریجانی بهتره، ببین من توی یکی از گفتگوهام گفته بودم مشکلی که الان اصلاح طلبات تو دوره دوم آقای روحانی پیدا کردم اینه، من اصلاح طلبو میذارم یه جا مسائل مالی دارن ها، نشدم من املاک، املاک ایشون هم نه به حال چیزی مطرح نشده به عنوان اومده توی سایت اومده نمیدونم، من چیز جدی ندیدم چون من تو سایت ها نیستم خوشبختانه، مثلا نه موبایل دارم نه تو فضای مجازی هم هیچکدوم از اینا نیستم، من نشدم. ولی از دیگرانم که سوال کردم همه هم تایید کردن حرف منو. حالا اگر شما چیزی میدونی خواستین بگید یا بعداً بگید. در مورد نکته بعدی ببینید، اصلاح طلب منفعل وقتی یه جا قرار میگیره تو این حکومت ها تو این دوره، نه قبل از دوره، مثلا دوره اول آقای روحانی چنین شرایطی نبود، ولی تو دوره دوم آقای روحانی داشتیم، چون خیلی از استاندارامون، خیلی از وزرامون، معاون وزیرامون ما میشنیدیم، خبر اخبار میومد که ایشون برای اینکه ثابت کنه به حکومت که من با شما چنان دچار خوش خدمتی میشن که اصلا اصلاح طلبی یادشون رفته. بله. یعنی از یک اصولگرا اصولگراتر شدن، متملق میشن. بله، خود آقای روحانی و آقای ظریف رو مثال زدن، اینها ادبیاتی که در سیاست خارجی ما به کار بردن در رابطه با غرب و دیگران به خدا تندتر از کیهان بوده خیلی موارد، به خود آقای ظریف. بنابراین این آدم خطرناکتره یا یه اصولگرای معتقده، چون اون دیگه از خودشونه، نیاز نیست خودشو ثابت کنه، نیاز نیست لوسبازی و پاچه‌خواری و از این کارا داشته باشه که من خیلی اصولگرا، خودشه دیگه. اون میتونه اگر آدم درستی باشه، اگر آدم یعنی معتدلی باشه، یه اصولگرای معتدل رو دارم میگم باشه، به نظر من از یک اصلاح طلب منفعل تو شرایط فعلی خیلی بهتر میتونه موفق باشه در پیشبرد مسائل کشور و بردن به سمت اصلاح. چون اصلاح طلبا من دچار بی‌هویتی شدم، من سعی میکنم تو زمینه دیگران بازی کنم، چیزی نذاشتم برای اصلاح طلبی، یکم سینوسی شده. خب الان من این تموم کنم، ببخشید. ببینید همین که میگه آیه ظریف در مقابل آمریکا که آیه ترامپ داره از برجام خارج میشه تحریم میکنه، اونجا باید بیسته. چرا باید بیسته؟ بذارید دیگران خودشون بیستن. آقای هر نکته خوبی گفتید. اون وزیر خارجه ما. نه گوش بدین، ببینید تحریم ها و آقای ترامپ نتیجه عملکرد ماست. برجام امضا میشه، موشک میره هوا، اسرائیل باید محو شود. بعد این سیاست های موشکی ما که ماشاءالله دنیا رو برداشت. خب شما ما نباید انتظاری رویدادها رو ببینیم. یعنی اگرم تحریم های ترامپ رو داریم، اگرم بعد قلقی ها و بعد اخلاقی های غرب رو داریم، ما باعثشیم. ولی آیه ظریف با ظرافت کار کرد که ترامپ منزوی شد در عرصه بین المللی و نتونست رأی بگیره. نه میدونی چرا بود؟ برای اینکه ترامپ با دنیا در افتاد، با غربیا در افتاد، با چین در افتاد، با اصلا با همه در افتاد، اون به ما ربطی نداشت. و مهمترین نکته ای که ترامپ نتونست رأی بگیره، یکی کرونا در آمریکا بود که مدیریتش رو با لودگی انجام داد، دومم نه رأی انتخاباتی، من منظورم رأی بر علیه ایران، قطعنامه. نه اون اینکه نه اون که ترامپ رفتارش مناسب نبود، ترامپ ربطی به ما نداشت، ترامپ با غربیا شروع کرد تکروی کردن، غربی‌ها هم که داخل سیاست‌های خودش قرار نداد، ربطی به ما نداره. به خود پای آقای ظریف و دیگران ننویسید. آقای ظریف اگر کلاگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. ما اگر بلد بودیم از این کارا بکنیم که مملکت خودمون نجات داده بودیم به این شرایط نمی‌افتادیم. بنابراین تحریم‌ها باز به ما برمیگرده. و اینکه من چون وزیر خارجه‌ام بعد هر چی اونا می‌خوام من بگم، خب من چه جور وزیر خارجه‌ام که مثلا دنبال مصلحت جامعه نیستم، من دنبال اصلاحات نیستم، من دنبال اصلاح کشور نیستم، من دنبال حفظ جامعه. حتی اکثر من ببینم آقای ظریف مجبور بوده مصاحبه کنه که بره بگه من خبرنگار زندانی نداریم، زندانی سیاسی نداریم. اون اشتباه. نه اگر نمی‌کرد کسی که میگفت چرا نمی‌کنی؟ باید میگفت از قوه قضاییه بپرسید. آره اصلا مصاحبه نمی‌کرد که مجبور بشه. اما این نکته رو شما باید بدونید، در دنیا وزیر امور خارجه، حتی وزیر خارجه آمریکا، اون نیست که سیاست رو تعیین میکنه، حتی رئیس جمهور بالاتر شورای سیاست خارجی آمریکا سیاست های کلان رو تعیین میکنه. نه شما برید کتاب بولتون رو بخونید، هم چیزی نیست، رئیس جمهور اونجا تعیین کننده است. یه شورای دو حالا رئیس جمهور نهایت بیان تا رئیس جمهور، رئیس جمهور داره از اون شورا تبعیت میکنه. ولی وزیر خارجه، ولی وزیر خارجه تابع اون سیاست، بله. سیاست کلان که اتخاذ شده نمیتونه متفاوت خودش سیاستی خلاف رئیس جمهور اتخاذ کنه، نمیتونه بکنه، ولی به عنوان یک کارشناس تعیین کننده است. بحثا. نه اینکه نظرشو کنار بذارم بگم عنوان کارشناس رهبر رو همشون مجاب کرد، کار زیبایی کرد. خب باز دولت سر مجاب اگه مجاب کرد گفتیم 4 سال مجاب میکرد. بین بد و بدتر عملکرد فرمودین، من همون میخواستم توضیح اصلاح طلب منفعل و اصولگرای فعال رو بگم، اصولگرای معتدل، فعال نه معتدل. خب ببینید اگر قرار بود آقای رئیسی اصولگرای معتدل نیست، آقای رئیسی سوابقش متاسفانه چیزی نیست آدم دیگه بتونه ازش دفاع بکنه. مثلا در دفاع از آقای لاریجانی بگم که وقتی قرار حالا یه اصولگرای معتدل بیاد و مطمئنن چون از خودشونه بهتر میتونه کار بکنه، چه اصراری داریم یه اصلاح طلب منفعل رو بفرستیم اونجا که بیشتر دچار ضعف هستش، بیشتر دچار بله قربانگویی هستش، اونا سر میخوام ما میریم، اونا
کلا میخوام ما میدیم سر براشون میاریم. خب نمیخونه اینا که آبرو ما هم میبره، آبرو ما هم میبره، بعد مملکت هم روز به روز بیشتر دچار مشکلات، حقوق مردم سایه میشه. الان این همه اتفاقات تو کشور افتاده، آقای روحانی کجاشه تو این دوره دوم تونسته دنبال بکنه به نتیجه برسونه؟ نداریم. خب خیلی ممنون آقای خزالی. من میبینم که توی خیلی از مسائل شما با هم هم نظرید، یعنی اصلا اختلافی ندارید، حالا غیر از این مسئله مشارکت و عدم مشارکت. حالا می‌خواستم بله خب اونم یک روشه چون به پایان تحریم بله یه روشیه. حالا بعضی‌ها میان میگن که آقا اونی که رأی میده بیشعور احمق، تصویر چارپا میکشن بعضی اینوری ها. نه دو تا نظر در این مبارزه درسته. مدنی آری از خشونت، بعضی میگن با تحریم نتیجه میرسیم، من میگم ما تحریم را چه نمیرسیم. حالا من میخواستم اگر مجتهد بودم گفتم رأی دادن حرام است این دوره و رأی نباید داد.